درود و عرض ادب خدمت شما همراهان رادیو فرانیوس. امروز چهارشنبه 28 تیر 1402 برابر با 19 جولای 2023 در خدمت شما عزیزان و سروران بزرگوار هستیم. طبق روال همیشه تمامیت خواهی، واژه‌ای که ما با بسیار ازش استفاده می‌کنیم و وقتی راجبش صحبت می‌کنیم میریم به ذهنمون به سمت کلمه به نام به عنوان توتالیتر، اما امروز میخوام از دیدگاه دیگری راجع به تمامیت خواهی صحبت بکنم یا صحبت بکنیم. دوست دارم که بریم سراغ سعدی خراسانی بدون فوت وقت و با این سوال ازش شروع بکنم مبحث رو که سعدی خراسانی، میخوام تمامیت خواهی رو از دیدگاه فلسفی یا فلسفه برای ما اینجا توضیح بدی، اما نری سراغ ماکیاولی و هانا آرنت. میخوام به صورت شخصی و در اشخاص تمامیت خواهی رو تعریف بکنی تا در جلسات فردا و جمعه بریم به سمت حکومت ها و مباحث دیگر. شما رو میشنویم، بفرمایید. خب با درود خدمت یک به یک دوستان عزیز فرانیوزی، اول باید بگم که مدت هاست دلم واسه تون تنگ شده و بعد از مدت های خوشحالم که در جمع شما هستم و همراه شما هستم. آقای حسن خانمی اول دست ما رو گذاشت توی پوست گردو و گفتش که خب از دیدگاه فلسفی تعریف کنم و به سراغ فیلسوفای سیاسی نرو، و از نظر به خودت بگو و بیشتر این حالت چیز داره، شاید بشه گفت از منظر روانشناختی باید بهش پرداخت، یعنی مثلا بحث اشخاص بیاد که به این شکل باشه. حالا صبر کنیم، ما کوچه کم کم سعی که دریچه پیدا کنیم تا وارد بحث بشه. اما قبلش یک نکته که میخوام بگم این هستش که خب ما در فارسی بعضی از مترجم ها برای واژه توتالیتر و حکومت توتالیتر یا توتالیتاریزم کوشش کردن واژه تمامیت خواهی رو به عنوان ترجمه استفاده کنن، که به نظر خیلی از کسایی که در زمینه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی کار میکنن واژه تمامیت خواهی توانایی رساندن تمام بار مفهومی واژه توتالیتاریزم رو نداره، چون در واقع شما وقتی که از توتالیتاریزم صحبت میکنی هم از چیرگی داری صحبت میکنی، هم از اقتدار داری صحبت میکنی، هم از تمامیت خواهی داری صحبت میکنی و هم از یک منشی صحبت میکنی که در اون منشی که ما داریم صحبت میکنیم امر سیاسی یا فضای سیاسی باطل میشه و فسخ میشه، و این فسخ شدن فضای سیاسی بسیار مهم هستش. پس بذاریم ما بخاطر اون چیزی که دوست من از من خواست و ازم خواست که به شکل خاص به سراغ فیلسوفای سیاسی نرم و کوشش کنم از دریچه ذهنی خودم و نسبت به اشخاص وارد بحث موضوع بشم، من کوشش میکنم اول بگم خب فرض کنیم دوستان سیاست به معنای یک فضاست. یعنی چی سیاست به معنای یک فضاست؟ یعنی سیاست در یک فضا شکل میگیره. حالا این فضا رو ما میتونیم اسمش رو بذاریم اکلیزیا، کلیسا، میدان، خیابان یا هر جایی که انسان‌ها در اون امکان جمع شدن و در کنار هم قرار گرفتن رو پیدا می‌کنن. در چنین فضای انسان‌ها شروع می‌کنن حول مسائلی صحبت کردن، جدل کردن، ستیزه کردن و کوشش کردن برای به اقناع رساندن یکدیگر، قانع کردن همدیگر. این فضا فضایی هستش که در اون سیاست شکل میگیره. بخش مهمی در این معنا سیاست ارتباط داره با یک مفهوم دیگه‌ای که از دیالوگ میاد، که دیالوگ به دو معنا هستش، دایا لوگوس که دایا به معنای دو کسی هستش که برابر هست، از موضع برابر هست، و لوگوس به معنای هم زبان هست و هم منطق هست و هم عقل هستش، یعنی دو کسی که از منظر خرد، دانایی یا هر چیزی در حوزه برابر هستن و با هم شروع میکنن به گفتگو کردن.
آن چیزی که در مقابل دیالوگ قرار میگیره مونولوگ هستش، یعنی تک گویی کردن، یعنی یک نفر باید بشنوه و یک نفر باید صحبت کنه، سخن بگه. و اگر ما بگیم سخن گفتن به معنای همون قدرت هستش، یعنی اینکه قدرت در اختیار یک شخص دیگه است. و چه معناست؟ به این معنا هست که من اگر گوینده باشم، چون گویا یا مایک در اختیار من هست، و اگر این گویا یا مایک قدرت باشه، تمام انحصار قدرت در اختیار من هست و من تنها کسی هستم که حق دارم سخن بگم و هر چیزی که دوست دارم بگم. و شمایی که در اینجا نشستین و شنونده هستین، چون فاقد گویا هستین و فاقد مایک هستین، به معنای هست فاقد قدرت هستین. تنها چیزی، حقی که دارین، حقی هستش که بپذیرین و بشنوین. این به این معنا هستش. و در این معنا اگر خواسته باشیم وارد مسئله بشیم که دوست من، دوست خوبم دوست داره بهش توجه داشته باشیم، تمامیت خواهی جایی هستش یا امکانی هستش یا وضعیتی هستش که در اون سیاست همچون یک فضا فسخ میشه، باطل میشه و امکان بروز سیاست گرفته میشه و امکان این که من با هیربود یا عادل یا حسن یا هر کس دیگه که اینجا هستش سر مسائل سیاسی که نسبت مستقیمی با زندگی ما داره، دیگه اینجا چی هستش؟ امکان گفتگو کردن، منازعه کردن، ستیز کردن و کوشش برای به اقناع رسوندن یکدیگر بسته میشه و این امکان یک طرف است. یا بپذیر یا از این حلقه یا از این چرخه سیاست یا از این چرخه زندگی تو رو حذف خواهیم کرد. به این معناست. امیدوارم که در ساده ترین شکل ممکن گفته باشم حسن جان. ممنونم. هیربود، اینجوری ازت سوال میکنم، آیا تمامیت خواهی فقط در سیاست خلاصه میشه؟ درود و عرض ادب خدمت شما. سیاست، عرض به خدمت شما، سیاست گفتمان بر اثر درباره مسائل اجتماعیه. پس در نتیجه به نظر من این گفتمان اصولش ریشه در فرهنگ ما داره و اینکه ما اصلا چگونه در طول شبانه روز گفتگوهای ساده تر رو در جامعه های کوچکتر مثل خانواده یا محل کار انجام میدیم، این گفتمان در اسکیل بزرگتر و حرفه‌ای ترش در واقع سیاست رو شکل میده. بنابراین هر آنچه که در سیاست تعریف میشود به نظر من قابل اطلاق به شخص و رفتار شخصی هم میتونه باشه. و در جواب شما من میگم که تمامیت خواهی مثل دیکتاتوری میتونه از توی یک خونه و یک خانواده کوچیک شروع بشه. من خودم شخصا به عنوان یک انسان وقتی فکر میکنم، تمامیت خواهی رو توی دین دیدم، توی فرهنگ دیدم، توی سیاست دیدم و وقتی که میام تو اشل کوچکتر یعنی شخص نگاه میکنم، حتی درون خودم وقتی خودم رو واکاوی میکنم، تمامیت خواهی رو درون خودم میبینم. این که من دلم میخواد دیگران چی صحبت بکنن، این که من دلم میخواد جامعه‌ام چه شکلی باشه، این که من دلم میخواد خونم چه شکلی باشه، همسرم چی بپوشه، بچه‌م چه جوری رفتار بکنه، دوستانم رو چه جوری انتخاب بکنم که بر اساس تفکر من باشن، دوستان من چه بکنن که من خوشم بیاد یا نیاد. دوستانم از شما دو تا عزیز بپرسم، هر کدومتون که مایل بودین صحبت بکنید، آیا این دیدگاه من رو قبول دارید یا میخواید نقدش بکنید؟ سعدی جان از شما شروع میکنیم. یعنی حسن جان بیا از مسئله دینی که کردیم هم با اون شروع کن. خب ما بیام یک پله عقب‌تر از اسلام. ما یک وقتی که شما کتاب مقدس رو بر میداری، کتاب مقدس تقسیم میشه به دو بخش، یعنی دو تا تستمانت، اولد تستمانت و نیو تستمانت. و اگر واژه تستمانت ما بگیم عهد قدیم و عهد جدید بذاریم، این عهد جدید در مقابل عهد قدیم هستش. در عهد جدید یک مفهومی حضور داره که این مفهوم هستش که بعدها ما از اون وام میگیریم، یعنی در تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه سیاسی میاد به یک معنای عهد جدید، نوعی مدرنیتی هستش. حالا
اینجاست. خود این مفهوم نیو تستمنت به معنای چی هستش؟ به معنای این هستش که شما برو دعوت کن، دیگران رو به رنگ خودت در بیار. ببین در پیش از این جریان شما یک دینی رو می‌بینی که اولد تستمنت هستش، یعنی یهودیت هستش، که اصلا کاری نداره که جهان رو یهودی کنه یا نه. مسئله‌اش مسئله دفاع و حفاظت از اون موجودیت یهودیت خودش است. و در کنار یهودیت شما وقتی که در جاهای دیگه شما میری یک نوع تکثری رو داری میبینی، یک نوع تکثری رو داری میبینی که به این شکل هستش که شما اگر در شهرها میرفتی و در عصر بت پرستی با مردمی روبرو میشدی که اگر یک مردم ماه پرستش میکردن و مردم دیگه ستاره پرستش میکردن، در شهرها برای مسافرین ماه پرست هم معبد ماه بود. کاری نداشتن که همدیگر رو دعوت کنم که حق با تو هست یا حق با تو نیست. وضعیت اینه، من ماه میپرستم تو ستاره نمیپرست. اما بعد از اون، بعد از نیو تستمنت، یعنی با آمدن مسیحیت و اون مسئله سید ماهی و خدا محبت است و این بشارت دادن خدا محبت است و چون خدا محبت است تو باید از نصیبی از محبت خدا ببری، این واژه دقیقا نوعی از خشونتی بود که به سراغ تو می آمد. شما گریزی نداشتی در این غیر از این که در زمره محبت خدا قرار بگیری و به یک معنای اینجا تجاوزگری به موجودیت دیگران، یعنی باورهای دیگران آغاز میشه. و بعد از اون اسلام به شکل وحشتناکتری هستش. دقیقا ناکن خود همون کلام توحید اینجاست، لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست. یعنی تمام خدایان دیگران رو باطل میکنه غیر از خدای ما، همه خدایان باطلن غیر از خدای من. و دقیقا این خدای من هم محبت هستش، یعنی همه طرق و روشهای محبت بی باطل هست غیر از اون روشی که من محبت میکنم. به این معنا اگر شما نگاه کنی، اون نگاه دینی که شما گفتی، این عصر پس از این ذاتش، موجودیتش تمامیت خواهانه است. یعنی شما در یک وضعیتی قرار گرفتی که این وضعیت تمامیت خواهانه است، یعنی دقیقا میخواد با تمام نیرو موجودیت خودش رو تا اون جایی که توان داره، توانش میچربه، زورش میرسه، تحمیل کنه بر دیگران. و حالا در مقابل چنین وضعیت تمامیت خواهانه هست که تفکر بشر، اندیشه بشر و اندیشه سیاسی بشر دنبال راه حل‌ها، راهکارهایی بود که امکان رهایی رو از این پیام یک جانبه محبت، از این پیام یک طرفه محبت، از این پیام یک سویانه محبت که میخواد بیاد همه رو در زمره حمایت خودش بگیره و میگه و در این درست ظاهر حمایت آقا اینجا قرار بگیر، ولی اینجا مثلا اینجاست بمیر و بدم، یعنی اینجا قرار بگیر، ناچاری قرار بگیر، اگه قرار نگیری به زور اینجا میذاریم. اینجاست که میخواد خودش رو چکار کنه، رهایی کنه. و بعد از اینجاست که ما تاریخی از ستیز انسانی داریم میبینیم در حوزه ادبیات، در حوزه الهیات، در حوزه فلسفه، در حوزه اندیشه سیاسی، در حوزه حقوق و و و و برای اینکه چی؟ امکانی برای حفظ تنازعات وجود داشته باشه، برای نگه داشتن تنازعات حضور داشته باشه. دیگه اینجا مسئله ای که شما در مقابل اون قرار میگی مسئله حذف تنازعات نیست، مسئله نگه داشتن تنازعات هستش. چرا؟ چون تنازعات، تنازعات فکری، تفاوت‌های فکری برای دوام سلامت سیاسی جامعه لازم هست، مفید هست و ما باید این تنازعات رو داشته باشیم. پاسپاس. و هیرود عزیز، پاسخ شما رو بشنویم. درود، درود. عرض به خدمتون، قبل اینکه من پاسخ بدم، وقتی نوجوان بودم تو خلوت خودم با شعرا میشستم گفتگو میکردم. الان سعدی منو برد تو 14-15 سالگی و احساس میکنم اون تخیل کودکانه داره ادامه پیدا میکنه. صحبتهای ایشون درسته، فقط من میرم از یک دیدگاه دیگه بهش نگاه میکنم. اونم اینه که شما سوالی که پرسیدید از واژه فعلتون دوست داشتن بود. من دوست دارم، من دوست دارم. شما میتونید هر چیزی رو دوست داشته باشید، دوست داشتنش اشکالی نداره. دوست داشتن، آرزو داشتن، امید داشتن و حتی در مواقعی باور داشتن، اینا
هیچ کدومشون مشکل ساز نمیشن مادامی که شما باوندری یا مرزهای وجودی اجتماعی شخصی خودتون رو بشناسید و برای این مرزها تعریف داشته باشید و در جامعه‌ای که زندگی میکنید افراد دیگه هم به این مرزبندی‌های خودشون رو داشته باشن و به مرزبندی‌های اجتماعی شما پایبند باشن. توی یه همچین جامعه‌ای نه دوست داشتن مشکلی ایجاد میکنه، نه آرزو داشتن مشکلی ایجاد میکنه، مشکل به جهت تنش، مشکل به جهت کانفلیکت، اون اتفاقی که آدمها رو در تقابل همدیگه قرار میده و دیسفانکشنال میشه، در واقع آسیب رسان میشه، به جایی که فانکشنال بشه و یک چیزی رو بسازه خراب میکنه. نه امید داشتن و نه حتی باور در حد اینکه یک عقیدهی باشه، در حد اینکه یک ایمانی باشه. اونجایی ما به مشکل میخوریم که این حد و مرزها رو تعریف نکردیم. حالا دلایلشون هم مشخصه، چون اغلب این حد و مرزها تعریف نمیشوند به خاطر اینکه باید کانسکوئنسشون، باید نتیجهشون رو هم بپذیریم. وقتی من میام مرزی رو مشخص میکنم در گفتمانم، در رفتارم، در تصمیم گیریم، در نوع در موقع در واقع قرار گرفتنم در جامعه، خودم هم باید پایبند به اون مرزها باشم و چون مرزها رو قبول میکنم باید مرزهای دیگران رو هم بپذیرم و اگر من نخوام این مسئولیت رو قبول کنم خب از این مرزها فرار میکنم. در جامعه‌ای که مرز نباشه، مرزبندی ها بین افراد نباشه، اونجا دوست داشتن ها، سلیقه ها، آرزوها، امیدها، اینا همشون ما رو دچار کانفلیکت میکنه. اینکه من دوست دارم همه مردم جهان هستی رو مثل من ببینند هیچ اشکالی درش نیست، ولی اونجایی که پام رو فراتر از مرز خودم میذارم و بر اساس این دوست داشتن شروع میکنم به عناوین مختلف با روش های مختلف دیگران رو هم به سمت خودم سوق بدم، به سمت سلیقه خودم سوق بدم و اونجا اعمال زور میکنم. حالا این اعمال زور همیشه اسلحه و تفنگ نیست، خیلی وقتا فریبکاری هم نوعی اعمال زوره، دغلبازی هم نوعی اعمال زوره، سفسطه‌گری هم نوعی اعمال زوره. یعنی مسیر با افراد رو تغییر بدم، به سمت تمایلش بدم به اون سمتی که خودم میخوام، اونجا من دارم مشکل ایجاد میکنم. حالا تو جواب شما، تمامیت خواه به نظر من انسانی است که پاشو داره فراتر از مرزهای خودش میذاره و زندگی خودش رو، آمال و آرزوی خودش رو، اعتقاداتش رو و سلایقش رو به دیگران تحمیل میکنه و همه چیز رو اون شکلی میخواد که خودش باور داره. تمامیت خواها اگر این چنین بهش نگاه بکنیم، افراد تمامیت خواه، اصلا به سیاست کار ندارم، افراد تمامیت ها خودشون رو هم آزار میدن، چون بر یک باوری چنان ایستاده و محکم قرار میگیرن و همه چیز رو به سمتش تغییر میدن که ذات انسانی خودشون که یک ذات تغییر پذیره و یک ذات بسیار بسیار کوچک در برابر هستیه، در برابر زندگی، در برابر این فرمول بزرگ در واقع زندگی که ما درش هستیم و این مادام باید تغییر بکنه، اون ذات رو هم بهش یک منی درست میکنن که بسیار خیالی است و به خیال خودشون این من محکمه و باعث میشن بیشتر بشکنن، خورد میشن. یعنی اونا خودشون رو هم مورد آزار این طرز فکر غلط خودشون قرار میدن. ممنونم. ما امروز در مورد تمامیت خواهی بحث رو شروع کردیم، فردا میخوایم توی اتاق رادیو بریم سراغ همون اساتید و انسانهایی که من در ابتدای صحبت برگشتم به سعدی خراسانی و هیربوت گفتم سراغ ماکیاولی و هانا آرنت و شوپنهاور رو ایکس و ایرک نریم، به دلیل که فردا میخواییم دیدگاه‌های اونا رو بشنسیم و در اتاق هماندیشی در تالار روز جمعه میخواییم نتیجه این بحث و گفتگو رو از زبان شما و مخاطبان توامان با هم بشنسیم. اون چی که به عنوان تمامیت خواهی ما امروز معرفی میکنیم یا راجبش صحبت میکنیم، سعدی خراسانی از نگاه دین گفت، هیربود از نگاه شخصی گفت،
همه اینها توی کاتگوری وقتی قرار میگیره، توی کانسپتی که قرار میگیره، اون تمامیت خواهی گروهی رو برای ما به ارمغان میاره. حالا ارمغان خوبی و بعدش رو دیگه من کاری ندارم. توی این فضای شخصی که امروز قرار داریم هیرورد، اون چیزی رو که الان اونجایی که شما ایستادی و داری نگاه میکنی، اشخاصی رو که باهاشون تعامل داری، چقدر این تمامیت خواهی رو داری میبینی؟ چقدر از دوست داشتن و آرزوها فراتر رفتن؟ و تو آیا احساس میکنی این تمامیت خواهی مسیر گفتمان رو داره تغییر میده، مسیر اون دیالوگی رو که سعدی خراسانی گفت و داره تغییر میده و همه دارن به صورت مونولوگ صحبت میکنن، آیا این رو میبینی و اگر میبینی چجوری توضیحش میکنی؟ سوال خیلی خوبی هست انجام. من یه مثال از زندگی خودم میدم. سن 18 سالی من عادت دارم معمولا میالن بیان اینجا میبینین کاغذ رو در دیوار چسبوندم و روش چیزایی نوشتم. الان جلوم نوشتم talk slowly and softly که یادم بمونه که باید آروم و یواش صحبت کنم. 18 سالگی کاغذ چسبوندم از حافظ، متاسفانه یکی از اشتباهات بزرگ زندگیم بود. نوشته بود روش چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. و همین یه بیت شعر و درک اشتباهی که من تو سن 18 سالگی ازش داشتم، شاید 10-12 سال زندگی من و اطرافیانم رو تلخ کرد. برای اینکه همونجا من باور تمامیت خواهی در وجودم شکل داشت، میگه محکمتر داشت میشد که آقا من یک موجودی هستم که اگر غیر مرادم بخواد این زندگی به چرخه، زندگی رو میخوام برم چرخش رو به هم بریزم، از بین ببرم. و دوچار مشکلات بسیار بسیار زیادی خودم رو کردم تا رسید 15 سال بعدترش، شاید 10 سال 12 سال یادم نیست دقیقا، رضا صادقی یه دونه سی دی زده بود میگه وایس تا دنیا من میخوام پیاده شم. و من این سی دی رو یکی دوستی برام زد داد بهم، جوونم بودم، توی ماشین گذاشته بودم توی اتوبان توی آمریکا میخوندم و منم احساس میکردم واقعا منم میخوام از این زندگی پیاده شم. یه جایی یه لامپی در ذهنم روشن شد که هر دوتای اینا رو من اشتباه برداشتم، چه اونی که تو 18 سالگی برداشتم، احساس کردم زندگی رو میتونم باب میل خودم تغییرش بدم و اون حس تمامیت خواهی، اون قدرت بیش از حد رو در خودم با یک توهمی قبول بکنم. و هم اینی که امروز اونجا رسیده بودم و فکر میکردم حالا دنیا میتونه وایس من پیاده شم و از این ماشین، از این بازی خودم رو بیرون بکشم. سیدی رو از پنجره ماشین پرت کردم بیرون و زندگی شاید دستخوش یک تغییری بعد از اون شد. تمامیت خواهی متاسفانه در فرهنگ ما چاشنیش زیاده. چرا چاشنیش زیاده؟ چون فرهنگ ما هم فرهنگیه که درش زورگویی زیاد بوده، آسیب زیاد بوده، سیستم ارباب رعیتی بوده، سلطه بیگانگان بوده، سلطه مذهبی بوده، سلطه های عقیدتی بوده. و به موجب سلطه اولین اتفاقی که میفته در فرایند رشد، شما وقتی بهتون اجباری میشه و کودکی، نوجوانی خودت رو در اون مقطع، در اون موقعیت قدرت نمیبینی که بتونی از خودت و حقت دفاع کنی، در ذهن خودت یک هیرو، یک قهرمانی رو شروع میکنی پرورش دادن که این قهرمان قراره بیاد و عدالت خواهی بکنه و همه چیز رو درست بکنه. و وقتی که به سنای بالاتر میرسی، یواش یواش اون قهرمان رو باور میکنی و اون قهرمان خیالی کودکانه رو، و اون قهرمان میخواد بیاد حالا دنیا رو بسازه. ولی اون قهرمان از آسیب ساخته شده، از فشار ساخته شده، از لطمه دیدن ساخته شده. قهرمان سالمی نیست، قهرمان مریض و معیوبیه. و اون قهرمان معیوب حالا میخواد بیاد همه چیز رو تغییر شکل بده، چون فکر میکنه درستش اون کاریه که این داره میکنه. که ما وارد مشکلات عدیده روانشناسی میشیم و تو اسکیل بزرگتر، وقتی یک جامعه درگیره با یه همچین کنش و واکنش هایی هست، این جامعه پر میشه از این قهرمان هایی که در واقع تو ذهن خودشون رو قهرمان میدونن، ولی در واقع دارن خیلی دیسفانکشنال، خیلی آسیب رسان دارن کل جامعه رو تغییر میدن و عقاید خودشون رو تحمیل میکنن. جواب سوال شما اینه که خیلی زیاد به گشتن لازم نیست. ایرانی باشید
تجربه بسیار ملموس و نزدیک از این دیکتاتوری و تمامیت خواهی دارید. حالا اگر وقت داشته باشم، من اون مثال یه دفعه با هم صحبت میکردیم، اون مثال غذا خوردن دوره کودکی رو میتونم اینجا بزنم که اصلا ریشه دیکتاتوری ببینیم از کجا میاد تو زندگی ما شکل میگیره. حتما برمیگردیم. ابتدای صحبت که شروع کردیم، من خیلی دوست داشتم که این بحث شخصی باشه، یعنی بحث امروز ما خیلی شخصی باشه و نریم سراغ سرفصل‌ها. بعد خیلی اتفاق جالبی افتاد که وقتی که بحث رو شروع کردیم، ناخودآگاه وقتی راجع به تمامیت خواهی صحبت میکنیم، ذهنها میره سراغ مسائل سیاسی. اما همینطور که بحث جلوتر رفت، سعدی خراسانی دستش رو زد به تمامیت خواهی دینی و در این انتها خیربود عزیز رفت سراغ تمامیت خواهی فرهنگی. یعنی تفکر دینی، اندیشه دینی، فرهنگی و بعد هم سیاسی یک مجموعه ای رو تشکیل میده که همه ماهایی که اینجا نشستیم یا همه ماهایی که دغدغه انقلاب و پیروزی و رسیدن به اون مدینه فاضله رو داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. حالا اینجا میخوام باز به صورت شخصی برگردم سراغ سعدی خراسانی. سعدی خراسانی رو تقریبا از روزهای اول انقلاب می‌شناسم و میخوام ازش بپرسم که سعدی، توی این 8-9 ماهی که گذر کردی از این مسیر، با آدم‌های زیادی برخورد کردی، خوشحالی‌هات رو دیدم، ناراحتی‌هات رو دیدم، اتفاق‌های زیادی رو با هم پشت سر گذاشتیم، خودت رو در قالب تمامیت خواهی کجا می‌بینی و چه جوری تعریف می‌کنی؟ ببینید، سوال سختیه که مثلا چگونه خودم رو میبینم. ببینم میدونی چرا این سوال ازت کردم؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه برای فردا بریم سراغ سرفصل‌های دیگه، میخوام تمام کسانی که وقت گذاشتن بعد اینجا نشستن، بعد از این سوال من یا همراه با این سوال، هر کدوم خودشون رو در قالب این تمامیت‌خواهی تعریف بکنن. این شاید یک دریچه‌ای بشه برای اون که بتونیم با هم یه گفتگویی داشته باشیم و یه اتفاق‌های خوبی بیفته. بفرمایید. ببین، من عموماً انسان بودن رو در راه بودن میبینم. حالا بذار یه تقلب بکنم و از این تقلبی تو گفتی به اشاره به فیلسوفا نکن، من اینجا تقلب میکنم، یک اشاره میکنم از یاسپرس که میگه فلسفه همان در راه بودن هست. و اگر فلسفه همون در راه بودن باشه، آزادی هم در راه بودن هستش. چرا آزادی در راه بودن هست؟ چون آزادی یه تمرینه، تمرینی هستش که ما باید تمرین کنیم، همش تمرین به آزادی بکنیم. و انسان بودن هم همون در راه بودن هستش. به این معنایی که انسان بودن در راه بودن هستش، پس من همیشه در آغاز یا سرآغاز مسیر قرار میگیرم، هیچ وقت من به انتهای خودم نمیتونم برسم. و دقیقا اینجا نیستش که بگم که حلال سعدی حلال الی یوم القیامه، حرام سعدی هم حرام الی یوم القیامه. این دیگه یعنی چی؟ تخت من در انسان بودن یا انسان بودگی سعدی و کسانی که مثلا فرض کن میخوان به سعدی باور داشته باشن، اینجا من چیکار میکنم؟ تخته میکنم. یعنی آقا انسان نباش، یعنی آدم نباش. چون مسئله که اینجاست، و وقتی که انسان بودن رو در راه بودن میبینم، انسان بودن رو موجودی دارم میبینم که همیشه درگیر با خود هستش. مهمترین ستیزه و مهمترین درگیری و اولین تضاد آدمی با خودش هستش. یعنی من همیشه با خودم، با شخصیت خودم، با اون چیزی که شکل داده، همیشه درگیر هستم. و حتی هسته شکستن خودم و خروج از خودم و دوباره خودم رو آفریدن دقیقا از همینجا شروع میشه. و اگر من قرار باشه که بگم آقا من یک آدم دوگمی هستم، و اینجا بهتر به جای تمامیت خواهی دوگماتیزم رو بذاریم، یا مثلا چه نسبتی میتونه دوگماتیزم با تمامیت خواهی داشته باشه؟ یعنی دوگماتیزم فردی چه نسبتی میتونه با تمامیت خواهی داشته باشه؟ حالا مثلا فرض کنید سعدی خراسانی رو بذار در جایگاه علی خامنه‌ای، و سعدی خراسانی به همون اندازه علی خامنه‌ای دچار دوگماتیزم فردی هستش،
و حالا این دوگماتیزم فردی که این علی خامنه یا سعدی خراسانی که الان جایگاه اون نشسته را داره چه نسبتی میتونه با تمامیت خواهی داشته باشه، و اینجا دقیقا نکته مهمی هستش که میشه مثلا به مسئله پرداخت، مسئله بسیار مهمی میشه که اینجا خب بحث تحلیل شخصیتی هستش که میشه بهش پرداخت و وارد شد به این مسئله، که اینجا دقیقا اون دگمهایی هستش که من پیشورزهایی هستش یا اون دگمهایی هستش که من همچون امور بدیهی واضح و روشن پذیرفتم و این دگمها غیر قابل شک هستش، و اگر کسی به اینها شک کنه یعنی تمام موجودیت من را زیر سوال برده، یعنی دقیقا من بودگی من را زیر سوال برده و من را شکسته، و حالا در مقابل هر نقدی تنخو خواهم شد، در مقابل هر نقدی ستیزنده خواهم شد، در مقابل هر اعتراضی پرخاش خواهم کرد، در مقابل هر حرفی که میگه آقا جان وضعیت اینجوری نیست، اینجوری میتونه باشه هم من چه کار خواهم کرد؟ سرکوب خواهم کرد. اگر قدرت دستم باشه خب سرکوبم خونین خواهد بود، اگر قدرت در دستم نباشه در حد شخصی خودم باشه مثلا در همین توییتر باشه خب بلاک میکنم. حالا مثلا فرض که من یه توییتی نوشتم، هیربود با اون نوشته من مخالفه، بلافاصله هیربود زیرش میزه آقا مخالفم، تپ من دکمه بلاک میزنم تمام. چرا؟ چون مسئله اینجاست، دگمهایی که در من هستش من قائل می هستم این دگمها کاملا درست و بدیهی هست، و این بدیهی بودن دگمها به من یک ساحت مقدس تک افتاده میده. چون دقت کن واژه مقدس به معنای تششع نورانی نیستش، مقدس در لغت وقتی که نگاه کنید تی چیز تک افتاده است، انقدر تک افتاده است و تکینه شده، به واسطه این تک و تکینه بودن مقدس میشه. حالا خودم رو از یک شخصیت مقدس میکنم و در این تقدسی که برای خودم قائل هستم، این تکینه بودنی که برای خودم قائل هستم، دقیقا میگم تمام، چیزی که من گفتم درسته و تمام، و اجازه گفتگو رو نمیدم. به این اساس من سعدی خراسانی عموما انسان رو به این شکل میبینم، نخست شورش هست و دوم آگاهی هست، یعنی بین این شورش و آگاهی احتمالا یک آگاهی دیگه هست که تو رو دعوت به شورش میکنه، تو شورش میکنی تا باز دوباره به یه آگاهی جدید برسی، و این شورش و آگاهی مهم هستش برای یک انسان. و حالا اونجا چون شخصی کردی، یعنی در من خودم میخوام صحبت کنم چیز باشه، و این چیزی هستش که من میبینم، کوششم کردم که عموما توی این چارچوب و دام دوگماتیزم نیفتم، اما خب نمیشه شیادی هم کرد و بگی که آره من نیستم، من دوگمای خاص خودم دارم و در بعضی جاها به واسطه داشتن این دوگمها به شدت پرخاشگر هم خواهم شد، به شدت پرخاشجو هم خواهم شد، به شدت متوجه انکار کننده دیگری هم خواهم شد، این چون دگما در من هست و سخت این صنم ها و اصنام و بت های درونی رو شکستن، این یک ممارست و تمرین همیشه میخواد، یعنی در طول حیاتم از این لحظه کسم تا لحظه مرگم باید همیشه درگیر باشم و برای این شکنندگی این دگما هایی که در من هستش کوشش کنم و کوشا باشم. این چیزی هستش که امیدوارم قانع کرده باشه چیزی که گفتم. آره بسیار عالیه، بسیار عالی بود. ببین دو تا اتفاق میفته، اتفاق این که توی این مدت برای ما توی فرانیوز افتاده، همین الانم هم توی چتروم یک موضوع پیش اومد. ببینید وقتی که ما میریم توی یک فضایی و اون فضا رو همگون با تفکر خودمون نمیدونیم، تمام اون آدم ها رو محکوم میکنیم، و این از نظر شخصی من، این واژه رو میگم از نظر شخصی من، به تمامیت خواهی ما برمیاد. این که امروز نتونستیم، وقتی برمیگردیم و مرور میکنیم به گذشتمون، نتونستیم یه گفتگویی رو یا چندین گفتگو رو به دیسکورس تبدیل بکنیم و یه گفتمان انقلابی راه بدیم، و این وسط چندین و چند صد پارچه و چند صد تیکه شدیم، از نظر من به تمامیت خواهی ما برمیاد. و اگر امروز ما میایم در این فضای انقلابی، حالا 200 روز
10 روز 5 روز مونده به فضایی که ما داریم پیشبینی میکنیم میتونه اون زمان یک رستاخیز دیگری باشه و میایم راجع به این تاپیک تمامیت هایی صحبت میکنیم، به این دلیلی که در طول این مسیر هر کدوم ما به شخصه به خاطر تمامیت خواهی، به خاطر اون حس خودخواهی و اون که تفکر ما درست سره از همدیگه پاره پاره شدیم و برای اینکه این پاره پاره ها رو بتونیم کنار همدیگه به هم کوک بزنیم و یک لحاف چلتیکه درست بکنیم یا چند ستیکه درست بکنیم که بتونیم بندازیم و گرماش رو و ازش استفاده بکنیم، مجبور هستیم که یک مقداری بایستیم تأمل بکنیم و همدیگر رو رصد بکنیم و در این همدیگر رو رصد کردن به خودمون بیشتر بیاییم. هیربود از گذشته خودش گفت و بعد گفت میخوام یک مثالی هم بزنم. ضمن این که داری مثالتو میزنی هیربود، تمامیت خواهی رو درون خودت تعریف کن و برای حسن ختام گفتگو امروزمون یک مقدار تمامیت خواهی رو درون هیربود هیومن نقدش بکن یا توصیفش بکن، هر حالتی رو که دوست داری. شما رو میشنوم. درود به شما، ممنونم. عرض به خدمتتون، سعدی نکته خیلی خوبی رو گفت، یعنی رابطه تمامیت خواهی با دوگماتیسم یه رابطه غیر قابل انکاره. مثالی که میخواستم بزنم مثال خیلی خیلی ساده ایه و شاید همه رو به فکر بیاره. این مثال من فکر میکنم به جرأت میشه گفت برای یا برای خودمون اتفاق افتاده یا یک کسی رو دیدیم که یک بچه 4-5 سال منش رو شناخته، تازه اعتراض کردن یاد گرفته، تازه حرف زدن یاد گرفته، سر سفره غذایی رو درست کردن گذاشتن جلوش و این بچه بلافاصله وقتی اون غذا رو میبینه، حالا قرمه سبزی هر چی که هست، اعتراض میکنه میگه اه من این غذا رو دوست ندارم، به زبون خودش خیلی هم شدید اعتراض میکنه و ما دیدیم که بلا فاصله یه کسی که کنارش نشسته یا یه ذره اونورتره یا میزنه پس کلش یا بهش تشر میره یا بهش چشخوره میره و دو تا مطلب رو بیشتر بهش نمیگه. غالبا عموما این اتفاق میفته، یا بهش میگه که هرچی مادرت پخته باید بخوری، یا بهش برکت خداست باید بخوری، اه گفتن نداره. اون برکت خداست همون شروع دیکتاتوری مذهبیه، یعنی همون بد و شروع زندگی اون بچه که میخواد اعتراض بکنه و بر اساس اون اختلاف سلیقه‌اش یا اختلاف نظرش در گفتگوی رو باز بکنه. ما همونجا اون در رو روبروش بستیم و مذهب رو اون منین اسکای خود اون آدم مرد توی ابرا رو کردیم قول چراغ جادو، بهش گفتیم که تو اصلا رو حرف این دیگه حرف نمیتونی بزنی. یا یه ذره مذهبی نباشیم، مدلمون فرق بکنه، میگه هرچی مادرت پخته باید بخوره، یعنی آتوریتی رو دادیم دست مادر، اون رو کردیم فرمانده خونه و گفتیم ایشون هرچی که میپزه تو باید قبول بکنی و تو هیچ حق اعتراضی نداری، چون این خونه برای خودش یک فرماندهی داره، یک برنامهی داره، یک آشپزخونهی داره. به ندرت دیدیم که میگن جهنم نخور، همینی که هست. اینم دیکتاتوریه، دیکتاتوری بی‌حوصله است، حوصله نداره اعمال قدرت جدی بکنه، اقتدار لازم رو نداره، برمیگرده بهش میگه جهنم نخور، محرومش میکنه، حذفش میکنه. نخوردی هم همونی که همون غذا اونجا هست تو هم میتونی نخوری. باز از اون به ندرت تر اتفاق میفته که یه کسی بیاد، پدری بیاد، مادری بیاد و همدلانه به این بچه بگه خب تو دوست نداری، ما نمیدونستیم، یا قبلا گفته بودیم ما متوجه نشدیم، یا تو گفتی ولی ما امکاناتش رو نداشتیم، اینجا مثلا امروز فقط همین بوده، حالا میخوای برات یه تخم مرغ درست بکنم بخوری، که یه مقداری به این بچه بگی که اعتراض کردن، گفتگو کردن، اختلاف سلیقه داشتن، اینا همه چیزهای خوبیه که ما بر اساسش میتونیم رابطه بهتری با هم داشته باشیم. از این همدلانه تر که من واقعا ندیدم اینه که پدری یا مادری بیاد بگی که متاسفم که یه همچین تجربه‌ای داری، منم با تو این غذا رو نمیخورم و صبر میکنیم وعده بعدی اگر امکان دیگه ای داریم با هم دیگه یه کاری بکنیم. ببین این مثال هایی که زدم از یه سمت راست یا چپی، از یه گستره سوی دیگری شروع کردم به یک سوی دیگر رسیدم. جامعه ما هم همین شکلی دیم، ما جامعه همون اصلا نرسیده به این
به این سو، به این همدلی، به این همفکری، به این ارزش گذاری بر سر گفتگو، گفتگویی که بر اساس اختلاف سلیقه ایجاد بشه، به این مسئولیت پذیری برای توضیح دادن، به این که خودمون رو شریک بدونیم در یک تجربه. اینا هیچ کدومش در ما ساخته نشده. بنابراین من هیرودی هم که در ایران بزرگ شدم و همین فرهنگ رو تجربه کردم، حافظ رو خوندم و توش اشتباهاً بیت‌هایی هست که اون هم مثل من اسیر این اتفاق ها بوده، این در ما نهادینه شده. یعنی من یه تجربه‌ای که تو همین توییتر توی 8-9 ماه گذشته داشتم، این که روزای اول وقتی صحبت میکردم خیلی ها بهم اعتراض میکردن که تو از بالا به پایین صحبت میکنی، یا کی گفته که تو راست میگی. من تو ذهن خودم خیلی اسیر دوگماتیسم نیستم، دائمم دارم تغییر میدم، ولی ظاهراً در اون دوره خیلی دوگم به نظر میرسیدم. و بعد یه دوست دیگری که آمریکا بزرگ شده و مثل منم فارسی صحبت میکنه، یعنی علاقه داره، با هم تلفنی صحبتی هم گفت آقا من یه نکته رو در تو متوجه شدم، تو این شود هوا رو که انگلیسیه به باید ترجمه میکنی و رو بایدات هم خیلی پافشاری میکنی، هر حرف درستی که میخوای بزنی میگی باید اینجوری باشه، باید اونجوری باشه، و این خیلی زورگویانه به نظر میرسه، خیلی تمامیت خواهانه به نظر میرسه. به من نگاه کردم راست میگه. یعنی ادبیاتی که حتی دارم استفاده میکنم اسیر همون ادبیاتیه که باهاش بزرگ شدم و همه چیز رو خیلی محکم، با وجود اینکه ممکن حتی بهشون اونقدر اعتقادم نداشته باشم، دارم خیلی محکم بیانشون میکنم، توی یک چارچوبی قرارشون میدم که انگار هیچ راه دیگه غیر از این یه راهی که من میگم نیست. خب این میشه همون عقل کلی که همه دارن میبینن که تو فکر میکنی تو میفهمی، ما نمیفهمیم. جواب سوال شما یکی دوتا نیست حسن جان، خیلی در طول روز ما میتونیم مچ خودمون رو هزاران بار بگیریم که چقدر علاقه داریم خواسته های خودمون رو به دیگران تعمیم بدیم، به زندگی دیگران تعمیم بدیم، و علت اصلیش اینه که باوندری یا حد و مرزها رو نمیشناسیم، یا هیچ وقت بر سر حد و مرزها با هم صحبت نکردیم. در همین رادیوی شما من بارها دیدم که شما با مخاطبتون صحبت میکنید، هی توضیح میدید که چرا اسپیکر دادید، چرا اسپیکر ندادید، چرا هیربود اون عقیده رو داره، چرا اون یکی این عقیده رو داره، ولی هیچ وقت حد و مرزها رو برای این خودتون و مخاطب مشخص نکردید که آقا این رادیوی شما آیا تصمیم گیرنده ای داره، مدیری داره، اون مدیر مگه میشه بدون سلیقه باشه؟ خب سلیقه ای داره، ضوابطی داره، تا چه حد نقد مردم میتواند برای شما حکم دستوری داشته باشه؟ و اینکه ما میگیم خب ما نقد میکنیم، بله ما نقد میکنیم، رادیو رو نقد میکنیم، ولی اینکه من توقع داشته باشم چون من نقد کردم اینا تغییر رویه بدن، خب این میشه تمامیت خواهی، این که دیگه نقد نیست که. من که نمیتونم بیام مسیر شما رو عوض بکنم اسمشو بذارم نقد کردن، که چرا با اون حرف رو زدید، یا چرا این بحث رو کردید، یا چرا اون کار رو نمیکنید، و حالا که نمیکنید من دیگه به رادیوی شما گوش نمیکنم، یا من خیلی به رادیوی شما گوش میکنم چون باب میل من دارید رفتار میکنید. و همین سادگی تمامیت خواهی، یعنی این تعمیم دادن سلیقه‌مون به دیگری، به آن دیگری، از همین جاهای خیلی کوچیک شروع میشه. فکر کنم جوابتون رو دادم. بله ممنون و متشکرم. ممنون و متشکر از مخاطبین عزیز. ما فردا دعوت کردیم از سعدی عزیز و هیربود باز با ما باشن، اگر براشون منظور باشه سعدی بحث فلسفی رو و بره سراغ کسانی که دوست داره، و امروز ازش خواهش کردم که با سرخست اون خواست صحبت نکنه، بریم و از نگاه فلسفه و بزرگانی که تو این زمینه قلم زدن و تفکر رو به اشتراک گذاشتن تمامیت هایی رو بررسی کنیم. هیربود بخش روانشناختی و جامعه شناسیش رو باز بکنه و بیشتر راجبش صحبت بکنیم. سعدی رو بشنویم و بعد من حسن ختام صحبتم رو با شما به اشتراک بذارم. سعدی جان بفرمایید. من یک نکته کوچیک خیلی سریع کوچیک میگم. ببینید بحث کلام هستش. ببین نان یک واژه است، با گفتن واژه نان من سیر نمیشم، من تا فردا بگم نان 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 سیر نمیشم، اما با واژه نان گرسنگیم رو میتونم بیان کنم. مسئله اینجاست،
چرا آزادی بیان مهم هست؟ آزادی بیان دقیقا نسبت پیدا میکنه مسئله اقتصاد، آزادی بیان دقیقا نسبت پیدا میکنه مسئله عدالت، آزادی بیان دقیقا نسبت برقرار میکنه با هر تمام ساحات وجودی من انسان. مسئله اینجاست وقتی که در بیان روبرو میشیم کلام هستش، خود کلام قدرت هستش. اگر ما در گفتمان دینی نگاه کنیم، کلام از بالا به زمین میاد، از یک موقعیت قدسی غیر قابل نقد به روی زمین میاد. من ناچارم که این کلام رو بپذیرم. اما در موقعیت انسانی و شورش که نگاه کنیم، کلام از زمین به طرف آسمان میره، از پایین شکل میگیره، از اون لایه‌های پایین کلام اوج میگیره و قرار هستش این کلام راه آزادی رو برای اون کسی که داره شورش میکنه و از کلام استفاده میکنه، کلام استفاده عنوان ابزار و سلاح استفاده میکنه، باز و گشاده کنه. مسئله اینجاست. حالا در گفتمان دینی اون کلام از طرف خدا میاد، حالا در خانه فرض کنیم من در خانه هستم، همون کودک هستم، این کلام از طرف برادر بزرگتر صادر میشه، از آسمان، از طرف پدر صادر میشه، از طرف اون کسی که صادر میشه. نکته اینجاست، نکته ای که در این نوعی که دارین نگاه میکنی فقدان برابری بین صاحبان کلام هستش، یعنی بین اون کودکی که سر سفره نشسته و غذا رو دوست نداره و اون کسی که سر سفره نشسته و بزرگتر هستش و اون غذا رو دوست داره. دقیقا در اینجاست که ما مسئله‌ای که اینجا هستش، مسئله بسته شدن، حذف فضای سیاسی هستش. یعنی سیاست همچون فضاست. یعنی سیاست همچون فضا چی هستش؟ مسئله همون دیالوگ هستش. یعنی امکان برابری بین صاحبان کلام، چون کسی که رعیت هستش و اون چه کسی که اون حاکم هستش، چون کسی که سخنگوی خدا هست و چه کسی اون کسی که بنده خدا هستش، چون کسی که کودک هست و چه اون کسی که پدر هستش، چون کسی که شوهر هست و چه اون کسی که زن هستش. این فقدان برابری، این عدم برابری باعث از بین رفتن پدیده به نام دیالوگ میشه و با از بین رفتن دیالوگ آن چیزی که فسخ خواهد شد فضای سیاسی هستش. و این در چنین وضعیت اینجاست که شما تنها راهی که دارین چه از مطیع باشی، عبید باشی، و تنها چیزی که هستش این همینی که هست بخور، یا بخور یا بلند شو برو گشنه بشین تا وعده بعدی اگه خوشت اومد غذا بخوری، اگه خوشت نیومد غذا نخوری. با سپاس. ممنون، متشکرم سعدی جان. یه کامنت دارم رو حرفات خیلی جالب بود برام. آدر جان شما رو بشنویم بزرگوار. سپاسگزارم. فقط اومدم بالا نکته‌ای رو عرض کنم خدمت دوستان. منم لذت بردم از این گفتگو در رابطه با تمامیت خواهی. ترغیب شدم که حتما قسمت بعدیش و تالار جمعه را گوش کنم، چون صحبتی ندارم، شنونده خوبی هستم اینجا. این یه نکته. دوستان یه توییتی رو بالا پین کردم، بحثی که من نبودم آقای ورکیانی هم اجرا کردن با تایتل خشم. درست بحث طولانیه ولی کاملا شنیدنیه. روی یوتیوب اومده اون بالا، میتونید کاملش رو اونجا بشنوید. خب یوتیوب دستتون رو بازتر میذاره، بخواید با صورت تندتر نکست بزنید، مطلبی رو رد کنید، دوباره تاکیدش بکنید، دستتون بازتره. حتما این تاپیک خشم رو میتونید یه بار دیگه بشنویدش، ضرر نداره. من خودم بعدم گوش کردم، واقعا لذت بردم از این گفتگویی که در اتاق اتفاق افتاد. همین تمامیت خواهی هم که الان اینجا داره صحبت میشه رو ما سعی میکنیم هر سه تا قسمتش رو سریع با فاصله کم بیاریم روی یوتیوب و لینکش رو در اختیار شما قرار بدیم. سپاسگزارم. ممنونم مادر شریفی عزیز. ما فردا سرفصل تمامیت خواهی رو ادامه خواهیم داد و دعوت میکنم از شما عزیزان که حتما جمعه با ما باشید تا بتونیم صدا و کلام و نظر شما رو هم در این موضوع بشنویم. نکته‌ای رو که میخوام در پایان این جلسه با شما به اشتراک بذارم، برمیگرده به صحبت سعدی خراسانی عزیز. دیالوگ بسیار چیز مهمی است و نکته‌ای که ما بهش خیلی احتیاج داریم. هر چیزی، هر چقدر جلوتر رفتیم در هر مبحثی که توی جریان انقلاب بود، دیالوگ، صحبت کردن، شنیدن باعث شد که ما بتونیم مسائل رو بهتر و بیشتر درک بکنیم و به نکات بسیار تا بسیار مثبتی برسیم. ما به پیروزی نزدیک هستیم، اما همونطوری که سعدی گفت، ما در راهیم و آزادی هم در راه هست. سعی کنیم بیشتر کسب دانش بکنیم،
در طول تاریخ آدم هایی که هر آنچه که بیشتر میدونستن، هر چقدر بیشتر مطالعه کردن، هر چقدر که فضای دانششون بیشتر بوده، راحت تر پذیرا بودن، تغییر رو میپذیرفتن و آدم هایی که سعی میکردن که توی اون قالب دوگماتیسمی که با سعدی و هیربوت هم بهش اشاره کرد قرار بگیرن، مطمئنا دانش کمی داشتن و این بسیار تا بسیار خطرناکه. دانش رو پذیرا باشیم، جویا باشید و پیروز و موفق. تا درود دیگر، شما رو بدرود دیگر.